تعلقمون رو در واقع از آخرین اتفاق سیاسی که اواخر سال 98 تو کشور افتاد شروع بکنیم. تغییر ترکیب مجلس 11 هم یه سری پیام هایی رو به افکار عمومی و حالا سیاسیون رسوند و اینکه ممکنه که با این ترکیبی که توی مجلس 11 هم هست ما برای انتخابات 1400 شاهد یه سری حالا تغییر و تحولات و یا در واقع تأثیر اون فضا برای انتخابات 1400 باشی. آیا ما باید منتظر دولت همسو با مجلس 11 هم باشیم؟ بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، حالا ما معمولا در تجربه نشون داده شده که این اتفاق هم امکانش هست که بیفته هم نه. هر دو نوعش رو ما در گذشته داشتیم و داریم. قبل از این من عرض کنم خدمتون که بالاخره انتخابات اسفند 98 یه مقوله های خاص خودش رو داشت و بالاخره بعد از یک سری حوادث بود، حوادث پشت سر هم که اینها بعضی ها تأثیر مثبت گذاشت در حضور مردم، بعضی هاشون تأثیر منفی. از داستان های سیل گرفته از اول سال تا بعد حوادث آبان، بعد شهادت سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی رحمت الله علیه و بعد مسئله کرونا و بالاخره هم این فضاهای گرانی و تورم و مثلا تحریم هایی که از بیرون بود و اینا مجموعاً تأثیر گذاشت. من یه توصیه‌ای که دارم به حال شما و دیگر رسانه ها، اینا که تریبون دارن، اینا که امکانات تحقیقاتی دارن، من خواهش میکنم یه پروژه تحقیقاتی عالمانه و عادلانه تعریف بشه برای اینکه اصولاً چه عواملی باعث شد که ما به قول این آقایون هواشناسی ها تو اسفند 98 خوردیم به رکورد کمینه حضور مردم در انتخابات. 42% در سطح کشور، 23-24% در سطح تهران رکورد خوبی نبود، رکورد کمینه ای بود. عرض کردم عوامل مختلف در این اثر داره. حالا بعضی ها بخواد ساده انگاری بکنن، یکی میگه همش تقصیر کرونا بود، یکی میگه همش تقصیر مثلا آبان ماه 98 بود، یکی میگه بیکاری و تورم و اینا بود. من معتقدم که همه اینا اثر داشت. باید وزنشون رو عادلانه و عالمانه بتونیم در بیاریم، ببینیم که جریان چی بوده. و از اون طرف خب میگم شهادت مثلا سردار رشید اسلام حاج قاسم هم حتما اثر مثبت داشت که بالاخره یه عده اومدن و در انتخابات شرکت کردن. این نکته اول. نکته دوم این که تأثیر انتخابات روی همدیگه. ما بله این چیزها رو داشتیم، دولت ها روی مجلس تأثیر میذاشتن، انتخابات مجلس روی انتخابات دولت تأثیر میذاره، ولی اینا هیچ کدومشون اثر مطلق و پارامتر مطلق نیستند، نسبیه که تأثیر میذارن. و حالا بعضی وقت هم که من یه بحث دیگه هم دارم، متأسفانه ما انتخابات ریاست جمهوری در کشورمون مخصوصا دوره اول ریاست جمهوری معمولا یک دوره پر از ابهام هست که دو سه ماه قبل از انتخابات تازه شکل میگیری که کی و چگونه میتونه رأی بیاره. شما اگر برگردیم به همین سر رئیس جمهور اخیرمون در گذشته، آقای خاتمی حالا سال 76 ایشون انتخاب شد، فکر کنم دی ماه یا بهمن ماه سال 75 یه عده رفتم پیشش گفتم بیاد کاندیدا بشو. ایشون هنوز هم تکذیب نمیکنه. ایشون یک خلاصه حرف تندی زد گفت بریم دنبال یه کس دیگه مثلا. بعد از اون که ایشون انتخاب شد، ما حالا با اون که رئیس ستاد، من رقیبش بودم، رئیس ستادای ناطق بودم، بالاخره حال به عنوان پروتکل و اینا رفتیم تبریکی بگیم. با خاتمی گفتم که شما حالی که رئیس جمهور شدین و انشالله به سلامتی و یرفا، حالا کامبینه که میخوان معرفی بکنید کیا هستن، مشی اقتصادی که میخوان تو کشور در پیش بگیرین چیه؟ خب آدم خوشمشربی هم هست، قه قه زد زیر خنده. گو با اونم میگه اصلا من تصور میکردم رئیس جمهور بشم که این فکر رو کرده باشم، من اصلا قرار نبود رئیس جمهور بشم، حالا که شدم حال باید فکر کنم ببینم چی میشه. این خب یعنی همین آقای خاتمی همین الان هم اگه باش مصاحبه کنید تکذیب نمیکنه، کاملا خودش هم قبول داره که
رسیدیم به دوره آقای احمدی نژاد. دوره آقای احمدی نژاد هم باز توی خرداد مثلا 84 تا اسفند 84 بنده خدا ستادش که تو شهرستون ها میرفتن یک مغازه به اجارهش نمیدادن. اصلا هیچ کس تصور نمیکرد که یک کسی مثل احمدی نژاد مثلا اون موقع خب گلم بودن دیگه بودن آقای هاشمی بود، آقای لاریجانی بود، آقای ولایتی بود، اینا همه کاندیدا بودن دیگه. نمیدونم آقای قالیباف اون دوره بود یا نبود یادم نیست حالا، ولی اصلا تصور کسی نمیکرد. تنها کسی که باورش میشد که رئیس جمهور میشه خود احمدی نژاد بود دیگه، هیچ کس دیگه. خب بعد حماسه آفریده شده رئیس جمهور بعدی مون آقای روحانی باز. آقای روحانی واقعا اگر این چهار تا اگر اتفاق نیفتاد بود، من چهار تا اگر بگم، اگر آقای هاشمی ثبت نام نکرده بود و صلاحیتش رد نشده بود، خدا رحمتش کنه، اگر آقای عارف و فشار نیورده بودن کنار نرفته بود، اگر چهار تا کاندیدایی که از طرف این طرف بودن اینا با هم تفاهم کرده بودن یکی شده بودن، هر کدوم از این اگر اتفاق میافتاد آقای روحانی نیم درصد بیش از خلاصه نصاب رأی آورد دیگه اون موقع، نیم درصد 8 درصد. خب هر کدوم از این اگر اتفاق، خدا رحمت کنه، بعد از مرحوم بعد از فوت آقای هاشمی یک چیزی از ایشون در اومد، کلیپی که با یه جای از دست آقای روحانی عصبانی شد، گفت آقای ما از حمایت دستانه کرده بودیم تو 5% رأی بیشتر نمیبردی. البته من 5% قبول نداشتم، 7-8% ایشون رأی میبرد ولی 50% رأی نمیبرد دیگه. بنابراین میخوام بگم رؤسای جمهور ما معمولا 2-3 ماه قبل از انتخابات شکل میگیری که کی باشه و چی باشه و چه جوری باشه، مخصوصا اون مناظره های تو تلویزیون. یکی لوله میکنه، یکی میگه بگم نگم، یکی میگه فلان این حرفا اینا. من شوخی کردم چند وقت پیش با مصاحبه، گفتم اینجا هم بگم ای شورای نگهبان یک کم کوتاه بیاد و یه 2-3 تا از این شومن های تلویزیون رو هم تایید صلاحیت بکنه، من فکر میکنم دور آینده حتما یه شومن رای میاره. یعنی هر کس که اونجا بتونه تو مناظره ها بتونه طرفو بپیچونه و به قول آقای روحانی لولش بکنه و فلان بکنه اینا. بنابراین این تأثیر تأثرها هم میگم بی تأثیر نیست، ولی اصلا رو این مسئله نمیشه حساب کرد که ما مثلا رئیس جمهور آینده مون حتما یک کسی باشه هم راه و هم. نکته دیگر هم عملکرد مجلس در این یک سال خیلی مهمه. یعنی اگر مجلس بتونه قدمهایی رو برداره که اینا به ذائقه مردم خوش بنشینه، احساس کنه که مجلس داره یه کاری میکنه، لازم هم نیست همه مشکلات مملکت رو ما بخوایم توقع داشته باشیم که مجلس حل بکنه، اما اگر بتونه یک اقداماتی بکنه که در جهت حداقل سوزنبانی قطار رو ریل بیفته، بفهمن که آه این حالا نه ولی 5 سال دیگه به یه مقاصد خوبی میرسه، این میتونه خیلی مردم رو امیدوار کنه. بستگی داره به عملکرد مجلس که انشالله اون رو هم باید ببینیم. فکر می‌کنید که شخص آقای رئیس مجلس احتمالاً کاندیدای 1400 بشه با توجه به تجربه سیاسی که جناب عالی داریم، و اگر که نیابتون مثبت بخت ایشونو برای پیروزی چقدر می‌دونید؟ ببینید من آقای قالیباف رو خودم مذاکره کردم، حتی قبل از انتخابات و اینا ازشون سوال کردم، گفتم که مثلا اگر شما واقعاً برای 1 سال میخوای مجلس بری تکلیف روشن بشه، اگه برای 4 سال میخوای بری تکلیف روشن بشه. ایشون به من گفت که من برای 4 سال دارم میرم مجلس، اما من الان اعلام میکنم که عالم سیاست هیچ حساب کتابی نداره، یه دفعه پس فردا ممکن. من واقعا الان نمیتونم از طرف ایشون نظر بدم که ایشون میاد نمیاد، اینم که اگه بیاد آیا انتخاب میشود یا نه باز باید ببینیم. ما یه سری عوامل انسانی داریم، یه سری عوامل محیطی داریم، این عوامل دست به دست هم میده یه کسی رأی میاره یا نمیاره، حتی رسیدگی های شورای نگهبان، حتی کاندیداها، رقبا و و و و. واقعا الان نمیشه پیش بینی کرد که اگه آقای قالیبا اولا آیا میاد یا نمیاد، ثانیا اگه بیاد آیا رأی میاره یا نمیاره، اصلا قابل پیش از نظر من قابل پیش بینی نیست. نمیدونم دیگه.